سلام، وقتتون بخیر. من محمد براتی هستم، زنبوردار و عضوی از مجموعه آهوتا. ترکیبات گرده گل به مدت چند دهه مورد مطالعه قرار داشته و دانشمندان به نتایجی مناسب از جمله تفاوت زیاد میان انواع مختلف گرده های گل دست پیدا کردند. این تفاوت ها از طریق روش ذخیره و فراوری این گرده ها هم مشخص میشه و مشخص شده بیش از 200 ماده درون گرده گل وجود داره. زنبوردار برای جمع‌آوری گرده گل تله هایی رو در درون کندو قرار میدن و زمانی که زنبورها به همراه بار گرده خودشون که به پشت پای عقبشون چسبیده وارد کندو میشن، باید از درون این تله ها عبور کنن. به دلیل اندازه کوچیکی که دریچه های تله دارن، زنبور بخشی از محتوای سبد گرده خودش رو از دست میده که این گرده ها به درون یک ظرف مخصوص سقوط میکنن. انواع مختلفی برای تله گرده گل وجود داره. روزنه، صفحه کف، برشی و خب بالا که در هر کدام توری ها یا صفحات سوراخ دار با افرای ریز حدوداً 5 میلیمتری وجود داره. بنابراین گرده گل در اصل گرده گلیه که با بزاق زنبور ترکیب شده. اما همونقدر که این موضوع ساده و کم اهمیت به نظر میرسه، کیفیت گرده گل از زمان مصریان، یونانیان و عربهای باستان شناخته شده و حتی در انجیل هم به اون اشاره شده. اما در مورد گرده گل تازه باید بگم که به گرده گلی که از تله ها به دست میاد گرده گل تازه میگن و به دلیل رطوبت بالای اون که در حدود 20 تا 30 گرم آب به ازای هر 100 گرم گرده گله، زنبوردارا مجبورن که اونها رو هر روز جمع‌آوری کنن. این رطوبت محیط ایدئالی برای رشد میکروارگانیسم‌های نظیر باکتری‌ها و مخمرها ایجاد میکنه. به همین دلیل زنبوردارا باید به صورت روزانه اونها رو جمع کنن و به سرعت درون فریزر قرار بدن. این گرده گل تازه داره ارزش غذایی و درمانی بالاییه و زمانی که بحث ترکیبات گرده گل در کار باشه، در واقع به این نوع گرده گل اشاره شده. انجماد گرده گل و پس از اون ذخیره اون در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد درون نیتروژن خالص باعث حفظ ویژگی های بیولوژیکی بالای گرده گل میشه. اگرچه گرده گل ذخیره شده به مدت بیش از 6 ماه باید از طریق خشک کردن انجمادی خشک شده باشه و در دمای منفی 20 درجه درون نیتروژن خالص نگهداری بشه تا از قوی ترین فعالیت های بیولوژیکی جلوگیری بشه. نتیجه گیری این که نگهداری گرده گل تازه منجمد شده به مدت یک سال یا بیشتر درون ظرف شیشه‌ای باعث کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی اون میشه. بهترین روش برای حفظ کیفیت گرده گل تازه بسته‌بندی اون به صورت وکیوم شده یا درون نیتروژنه و بنابراین خواص بیولوژیکی و تغذیه‌ای اون حفظ میشه. اما گرده گل خشک شده، گرده گل رو پس از یخ زدایی تنها میشه به مدت چند ساعت نگهداری کرد و باید در اسرع وقت فراوری بشه تا از فساد اون جلوگیری بشه و حد اکثر کیفیت اون حفظ بشه. بعد از خشک کردن مقدار آب اون باید تقریبا 6 گرم به ازای هر 100 گرم گرده گل باشه. گرده گلی که تحت فرایند خشک کردن انجمادی قرار میگیره ممکنه بدون یخچال و در دمای اتاق نگهداری بشه و تا چند سال در برابر فساد محافظت بشه. این نوع نگهداری به این دلیل ممکنه که مقدار آب اون رو تا حد زیادی کاهش بده، از فعالیت میکروارگانیسم ها و آنزیم هایی که در حالت عادی ممکنه باعث فاسد شدن یا تجزیه اون بشن هم جلوگیری میکنه. البته کیفیت گرده گل خشک شده واقعیت اینه که پایین تر از کیفیت گرده گل تازه است. ترکیبات گرده گل و مواد موجود در اون رو به این صورت میتونیم بگیم که اجزای اصلی اون آب، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و آمینو اسید هاست و همچنین چربی، فیبر و مواد آلاینده احتمالی درون اون وجود داره. اینها اجزای اصلی هستند. یه سری اجزای فرعی و جزئی هم وجود داره، مثل مواد معدنی و عناصر کمیاب، ویتامین ها و کارتنوئید ها، فلاونوئید ها، استرول ها و بقیه موارد دیگه که بسیار جزئی هستند. اما گرده گل رو در کجا میشه پیدا کرد؟ گرده گل تازه رو باید از زنبوردار تهیه کرد. اگر دسترسی به زنبوردار ندارید، میتونید از طریق فروشگاه اینترنتی آهوتا اون رو خریداری بکنید. خرید گرده گل از آهوتا یکی از سریع‌ترین و مطمئن‌ترین روش‌های تهیه گرده گل هست. زنبوردارای منطقه شما هم ممکنه اون رو داشته باشن. با این حال گرده گل رو از زنبورداری که شهر
زنبور نگهداری میکنن بهتر خریداری نکنید، چون ممکنه به وسیله آلاینده های هوا، فلزات سنگین و آفتکش ها آلوده شده باشن. گرد گل رو باید از مکان هایی تهیه کنید که حداقل 3 کیلومتر از منابع آلودگی مثل ترافیک های سنگین و مناطق کشاورزی که آفتکش ها در اونجا استفاده میشن دور باشه. بهترین روش مصرف گرد گل، بهترین روش مصرف گرده گل همونطور که تو ویدیوها و مقالات دیگه توضیح دادیم، زمانیه که چندین ساعت در طول شب درون آب یا مایع دیگه خیس شده باشه. دلیل انجام این کار اینه که قابلیت هضم اون بهبود پیدا کنه و همچنین روشیه که برای محصولات دانه‌ای خوراکی سفت مورد استفاده قرار میگیره، یا یعنی اینکه میتونید اون رو به خوبی بجوید. البته گفته میشه که بهتر هرگز یک دانه گرده گل رو به صورت کامل خورد ندین و از لحاظ هضم و راحتی در خوردن بهترین گزینه نان زنبور عسل که قابلیت هضم بهتری داره و اجزای موجود درون گرده گل رو هم در اختیار بدن قرار میده. البته نان زنبور عسل به سختی پیدا میشه. اما باز هم روش های دیگه که میتونید گرده گل رو استفاده کنید، همراه با آب، همراه با سبزیجات و همچنین همراه با عسل هست که به راحتی میتونید استفاده بکنید. مزه گرده گل مثل خود عسل نیست، ممکنه شیرین، شور، تلخ یا تند باشه. با این حال در صورتی که این گرده مزه یا بوی مثل کپک قارچی یا خوراکی تخمیر شده یا فساد داره، یا در ظاهر اون ناخالص هایی مثل اجزای بدن زنبور، موم و اجزای گیاهی یا مواد خارجی دیگه وجود داره، از خوردن اون خودداری کنید. گرده ذخیره شده درون لانه های زنبوره که ترکیب متفاوتی نسبت به گرده گل داره. زنبورها گرده رو درون سلول های لانه خودشون قرار میدن و چندین نوع آنزیم از طریق بزاق خودشون و عسل به اون اضافه میکنه و این مخلوط در نهایت تحت یک فرآیند تخمیر لاکتیکی قرار میگیره و این کار هضم اون رو آسان تر میکنه و سرشار از مواد معدنی جدید میکنه. نان زنبور عسل رو اگر بتونید استفاده بکنید حتما بهتون توصیه میکنم. لطفا بنویسید شما چه نظری درباره ترکیبات گرده گل، مصرف اون و تجربیاتی که درباره استفاده کردن از اون رو دارید و لطفا در قسمت نظرات با ما در میون بذارید. همچنین اگر این ویدیو برای شما مفید بوده لطفا خواهش میکنیم اون رو در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارید. شاد باشید و تندرست. خدا نگهدار.